میشم برای یه ویدئویی که نگاه کن تمام وصلا میخوام با خودم ببرم و اینجا میبینین داشتم فرانکفورت چک میکردم که بهترین جاش برای ویدئو کجاست، چون میخوام یه اینترو جدید برای ویدئو بسازم. پس همراه باشین. قرار بود همینجوری برم، یعنی بدون برنامه بدون ولاگ، ولی گفتم بذار یه ولاگ هم درست کنم چون جذابه، یعنی همین دیدن شهر رو اینا میدونم که دوست دارین، همیشه ازم میخواین. گفتم حالا که دیگه دارم توی خود فرانکفورت میرم که یه سری شات بگیرم، چرا که این جمله رو من همیشه مشکل پیدا می‌کنم، چرا نه که یه ولاگ ازش رو نسازیم. خلاص اینکه همراه باشین ببینیم که چیکار می‌کنیم. امیدوارم که البته هوا خوب باشه. تک الان اومدم حرکت کنم، یاد یه چیزی افتادم، یاد رفته بود بهتون بگم که اگه هنوز لایک نکردین ممنون شم لایک کنین، یه لایک بزنین روی این ویدیو تا بریم به سمت فرانکفورت. برو بریم. و اگه سابسکرایب نکردین خب قاعدتا سابسکرایب هم ممنون میشم بکنین. بریم. خب من ماشینو الان پارک کردم ولی اصلا نمیدونم کجام، چون انقدر همینجوری توی خیابون گشتم دقیقا نمیدونم کجام. حالا بعد رو مپ نگاه کنم ببینم کجام و جایی که میخواستم برم فیلم برداری کنم اصلا پیدا کنم. خب ببینین من الان اینجام و میخواستم اول اینجا برم توی خیابونه برم، چون رو به اینجا رو به ساختمونای بلند فرانکفورت که خیلی باحال میشه، خواستم یه شات اینجا بگیرم. فکر کنم باید همین ولی برم به این سمت. الان متوجه شدم، یعنی یادم اومد که اینجا وسط شهر فرانکفورت باید ماسک بذاری. بعد تنها ماسکی که من دارم این ماسک هست که چروک بود تو جیبم بود پیداش کردم حالا گذاشتم دیگه، نمیدونم زیاد باحال نیست، اتفاقم زیاد معلوم نیست، شاید خودش همین اصلا حامل کلی ویروس و اینا باشه. این دو تا تیپشون خیلی باحاله، خیلی تیپشون با حال بود، حال کردم. خب برنامه که عوض شد، میخوام یه دونه از این لایما رو بردارم و باش بریم وسط شهر. اینجا دیدم خیابون قشنگیه و شاید اونجا بشه یه شات خیلی خوب گرفت. بریم. یه مسیر خیلی طولانی اومدم، یه جای خیلی قشنگ رد شدم، فکر کردم این رو زفتش زده بودم ولی فقط روشنش کردم زفت نمیکرد و برگرد. خیلی بده وقتی میزه رو سره دیگه سر ادامه میدی و گفتم خب حتما زفت میکنه دیگه. خب این سری چند تا شات گرفتم که بهتر شد دیگه، خیلی مطمئن میشدم که داره زفت میکنه، بعد حرکت میکردم و الان اومدم یه جایی که نسبتا قشنگ قشنگه دیگه. نسبتا چیه؟ بزنشتون بدم. راستش رو بخوای نمیدونم اسم این میدون چیه، ولی جای باحالیه. خب یه کاری که من میخوام بکنم، میخوام اینم که میشه اینجا از درون استفاده کرد، چون به نظرم یه شات خیلی باحال میشه گرفت، ولی خب چون وسط شهره بعید میدونم. حالا یه شکی میکنم. خب متاسفانه اجازه نداریم که اینجا استفاده کنیم، حد زده بودم ولی خب گفتم حالا چک کنیم شاید شانس رو بردیم. لوکیشن اول انجام شد، بریم برای بعدی. اینجا رو یادتونه بچه ها، اینجا یه بار یه ولایگ گرفتم فرانکفورت، دقیقا اینجا رد شدم. منتظریم تا اون چراغ سبز شه بریم. سبز شد. آه.
نزدی بود با یه بی ام و زیر بشیم. تقریبا نزدیک نقطه بعدی هم اینجا نیست، ولی خب میشه اون رودخونه و اونجا میخوام با درون چند تا شات بگیرم. البته امیدوارم که بشه، شدنی باشه. حالا میریم ببینیم که چجوری از لحاظ اجازه و اینا. البته قبلا چک کردم ولی مطمئن نیستم 100%. ویوی که من میخوام برای این شات بعدی داشته باشم اینه، یه همین چیزیه. میخوام از این ساختمون های شاتی با درون بگیرم، ببینیم که چجور میشه. البته قاعدتا مشکل اینه که خیلی باد میاد، اصلا نمیدونم میتونم همچی کاری بکنم یا نه، اینا چقدر دووم میاره. یه حرکت جالبه، چیز جالب. الان پلیس داره از روبروی من میاد، بعد خیلی اونجا نشستن جوونا، تا دیدم پلیس داره میاد دیدم بعضیشون میگن که ماسکتون رو بذارین، نه چی همه دارن جو ماسک بذارن. یاد تو ایران افتادم وقتی مثلا امنیتی چیزی رد میشه همه رو سریاش نمیکشن جلو، یعنی یا همه ماسک گذاشتن تا چیز شد یا همه ماسک رو گذاشتن. قبلش دیدم همه بدون ماسک نشسته بودن. باز خوبه من برای اینکه مطمئن باشم ماسک گذاشتم. به هر حال از لحاظ ویو هم که دیگه همچین ویوی داریم. امیدوارم که بتونم یکم با درون پرواز کنم، چون اینجا خیلی خطرناکه. بیفتم دیگه درون از دست رفته. حالا ببینیم که چیکار میشه کرد. کار ما تقریبا تموم شده و زمان فرود اومدنه. خب چند تا شاتا رو گرفتیم. راستی این آقایی که پشت سر من میبینی یه دو چرخه داره با کلی وسیله، اینا معمولا بی خانمانای مثلا حالا مثلا فرانکفورت هستن که معمولا، حالا نه همیشه، حالا بعضی میان میگن تو چرا میگی مهاجر، معمولا مهاجرن، یعنی اکثرا مهاجرن و مهاجرای غیر قانونی ان که اومدن مثلا حالا به هر دلیلی کاراشون نشده، یا اینکه معتادای آلمانی ان که مثلا یکم غرور دارن، دوست ندارن که توی اون خانه ای که بهشون ارائه میدن برن، چون که اونجا هم مثلا اجازه ندارن حالا خلاف کنن. بعضی هاشون هم البته خلاف کردن، انداختنشون بیرون، مثلا مواد کشیدن اینا. خلاصه این که اینا زیاد هستن توی فرانکفورت، خیلی مثلا اینجا بشینین هی میان مثلا میگن بطریاتونو که لازم ندارین ازتون بطری میخوان، کمک میخوان، چون بطریارا میشه فروخت دیگه. خلاصه این که اینم اینجوریه. راجع به ویدیو، چند تا شات من گرفتم ولی هنوز چند تا شات دیگه مونده که تکمیل بشه، دقیقاً ایشو پرفکت بشه و ادیتش رو احتمالاً، یعنی احتمالاً تو این ویدیو شما نمیتونید ببینین چون که کار می‌بره یه مدت و احتمال زیاد شما اینو توی ویدیو بعدی خواهید دید یا ویدیوهای بعدی آماده میشه، چون باید کلی براش فکر کنم که چه آهنگ دقیقاً می‌خوام براش استفاده کنم. حالا بعد از یه عمری می‌خوایم یه تغییری به پیج بدیم، باید چیز خوب پیدا کنم دیگه. خب من تقریبا اینجا کارم تمومه و بعد فقط یه دونه از این لایما بگیرم و برم دنبال ماشین. البته فکر کنم خیلی از ماشین دور شدم، حالا ببینم که چه جوریه و اینکه نور خیلی فکرم زیاده و اینکه بعد چند تا شات دیگه بگیرم، ولی خیلی گرسنه‌ام شده و اصلا داستان شده. الان ساعت 7 و یعنی 5 دقیقه بعد از 7 و من واقعا گرسنه‌ام و اینکه مشکل بزرگیه توی ضبط ویدیو، چون حوصله‌ام کمتر میشه. We'll be right back.
Wie bitte? Ich filme jetzt gerade mit das eigentlich, aber ich mache so Vlogging, also ich bin YouTuber. Ah, okay. Wie viele Abonnenten? Soweit 30.000 oder so. Ah, das ist schon gut. Ja, ist schon gut. Mach's gut, tschüss. Ja, unsere Firma hat mehr. Wir sind bei über 1 Million. Wow, was machen Sie? Liebscher Pracht, Gesundheit. Cool. Es ist, also es ist mein Name, Abed Naziri, aber ich mache das alles auf Persisch. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Aber cool, viel Erfolg. Danke. Oh, ich hoffe, dass ich auch irgendwann 1 Million Abonnenten habe. Das ist viel, viel Arbeit. Ja, ja. Tschüss. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann 1 Million Abonnenten habe. Das ist viel, viel Arbeit. Ja, ja. Tschüss. اپه هنگ کرده، میخوام استاپش کنم، نمیشه. اپو ببندیم. خب اینا از همون جایی که شروع کردیم از اول کار و الان میگیم تمومه. ببینیم چقدر شد این راید آخرمون. یه عکسم بگیریم براشون. بفرما چیز نشه، 4 یورو 20 سنت. بسیار عالی، رسیدیم اونجا که ماشین بود. بریم که ماشین رو ببینیم که جریمه چیز نشده باشیم. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین، لطفا ازتون میخوام کامنت ها بنویسین و اینکه منتظر بلاگ بعدی باشین. یه دوستتون دارم تا بعدم مونده که و بگم دوستتون دارم تا بعد. و ماشین اون سر جاشه، ببینیم که جریمه چیزی روش نباشه، چون اینجا که پارک کردم مطمئن نبودم. دو نفر میگفتن اینجا اوکیه، چون تابلو که نوشته یکم عجیب غریب بود، ولی مطمئن نبودم. یس، جریمه ندارم. سنتری مودم شست، این صدا رو توی فرانکفورت فقط میشنم، 63 تا ایونت داره. کی حال داره تک تک اینا رو ببینه؟ بیخیالش میشم. 63 تا. اگه نمیدونی سنتری مود چیه، توی ویدیو که راجع به فیچرهای تسلا توضیح دادم اونجا لینکشو میذارم ببینین. بابا چیه 63 تا؟ دو نفر رد شدن، چون اینجا نه به خیابون بوده هی فعال شده. انصافا این محله‌ای که پارک کردم چقدر قشنگه، چه خونه‌های باحالی داره. دیگه بسه، خدافظ. خب بچه ها اینترو آماده است و الان میخوام نشونتون بدم، ولی خب معمولا اینترو من اینجوریه که من دارم یکم صحبت میکنم، بعد یهو اینترو شروع میشه و الان دقیقا همین کارو میکنیم. پس همین الان که من دارم صحبت میکنم یهو اینترو شروع میشه. ممنون میشم اگه نظرتون رو به هم بگین که اینترو چطور بود. واقعا نزدیک من 2 روز کامل روی این وقت گذاشتم، البته خب کامل نه که فول تایم کار کنم، ولی خب تمام ریزکاری و کلی من این جا به جا شد، کلی تغییر کرد تا شد این اینتروی که الان هست. لطفا نظرتون رو به هم بگین. همین دیگه، منتظر کامنتاتون هستم، دوستون دارم، تا بعد.